بیننده ها و شنونده های عزیز، سلام بر شما. آرزو می برم که صحت و سلامت باشین. به همی آرزومندی می پردازم این بار به نشر داستان حقیقی به نام مهربانی. قبل از اینکه بریم به اصل داستان، کسانی که تازه با چینل من سر زده اند و تا هنوز چینل را سابسکرایب نکردند، دکمه سابسکرایب و همچنان به خاطر شنیدن و دیدن ویدیوهای جدید علامه زنگک را فشار بدهند. و اکنون داستان مهربانی. کودکی دنیای قشنگی است، خاطرات شیرین و ماندگار. هنوز 6 ساله بودم که با پدر، مادر و برادر کوچکم راهی اولین سفر خانوادگی ما به خارج از کشور شدیم. هرچند دلیل سفر زیاد خوشایند نبود، ولی همین که هدفش صحتیابی مادرم بود، گپ خوبی بود. یکی از روزها در اواسط زمستان سرد که کوچه ها پوشیده از برف بود، روز آفتابی بود. تابش نور خورشید بر روی برف نمای قشنگی داشت. نزدیک کلکین اتاق پذیرایی خانه ما ایستاده و بیرون را نگاه می‌کردم. تعداد از بچه‌های همسایه بعد از اینکه برف‌های بام را پاک کرده و به بیرون انداخته بودند، در بام‌هایشان با شوق تمام کاغذ پران بازی می‌کردند. و بعضی از بچه ها و دخترهای همسن و سال روی تپه های کوچک برف یخمالنگ یا سرجه می رفتند. روی هم رفته با پرتاب کلولاله های برف به سمت یکدیگر به استیلا برف چنگی هم می کردند. مادرم با یک پتنوس برنج ناچیده پاهایش را روی اتاق دراز کرده و خس و خاشاک برنج را دور می ریخت. برادر کوچکم با قلم های رنگه روی کاغذ رسامی می کرد. همون طوره که چشمانم را به بیرون دوخته بود و دیدم که پدرم از موتر دفترش پایین شد و به طرف خانه می آید. با خوشحالی رو به مادر کرده گفتم که پدرم آمد. مادرم بیدرنگ و با عجله نظم اتاق را مرتب کرد و پتنوس برنج را به آشپزخانه برد. پدرم وارد اتاق شد و من و برادرم برش پدرم هر دوی ما را نوازش داد و به آغوش کشید. مادرم نیز داخل اتاق آمد و به پدرم سلام داد. پدرم به مادرم گفت که مراحل اداری سفر ما انجام شد و بخیر به زودی حرکت میکنیم. اما چون شهر مسکو روسیه 1 ماه دیگر هم خیلی سرد است، باید تیکت ها را برای ماه حوت خریداری کنم. بالاخره روز حرکت ما به طرف مسکو فرا رسید. به طرف میدان هوایی رفتیم. برای اولین بار تیاره ها را از نزدیک می دیدم. از اینکه همیشه تیاره ها را در آسمان، از عکس ها و یا از طریق تلویزیون دیده بودم، تصور نمی کردم که اصلا اینقدر بزرگ باشند. برایم خیلی دیدنی و پر هیجان بود. سوار بر تیاره باختر شدیم. از میدان هوایی کابل راهی شهر تاشکند کشوری ازبکستان شدیم. هنوز هوا سرد بود. لباس‌های نسبتاً گرم به تن داشتیم. خلاصه که هر لحظه جریان سفر برایم خیلی جالب و دیدنی بود. پیام نشست تیاره به میدان هوایی تاشکند داده شد. همه کمربندهای ما را بستیم و تیاره نشست کرد. بیدرنگ همه مسافرین کف زدند. من حس کردم که شاید همه مثل من اولین سفرشان است و به همین خاطر خوشحالی میکنند و کف میزنند. اما بزرگتر که شدم
در سفرهای بعدی فهمیدم که کف زدنها برای موفقیت پیلوت بود. از کلکین تیاره و بیرون نگاه می کردم. همه جا برعکس کابل سبز بود و درختان پر از شکوفه و مناظر بسیار زیبا. در این شهر وقفه داشتیم. پدرم به بخش معلومات رفت تا وقت پرواز بعدی ما به جانب مسکو مشخص شود. وقتی برگشت رو به مادرم کرد و گفت که در مسکو برفباری زیاد است. پروازها معطل شده و ما قرار است تا اطلاع بعد همینجا بمانیم. پدرم نزدیک میدان هوایی هتل گرفت. جای قشنگ بود. هوا خیلی خوب بود و تقریبا گرم بود. چون فرصت داشتیم پدرم تاکسی را خواست و ما را به دیدن شهر تاشکند برد. اول رفتیم باغ وحش. خیلی ها بزرگ و متفاوت از باغ وحش کابل بود. در زمین بسیار جای دیدنی و زیبا بود و تا هنوز آن صحنه ها را به یاد دارم. چون بعدها هم از زبان پدرم و هم از خواندن کتاب ها در موردش زیاد شنیدم. در آنجا زیارت مولانا یعقوب چرخی نیز بود. جای بسیار دیدنی و تاریخی. پدرم به سوالاتم جواب می داد و با کمره عکاسیش از زیارت و هم از هر یک ما عکس می گرفت. این انتظار پرواز دو روز طول کشید. در این دو روز سیرهای جالب و پرخاطره داشتیم. باز هم طیاره آماده پرواز شد. اما با تفاوت این که این بار مهماندارها زنان زیبا با موهای طلایی رنگ، چشمان آبی، جلد سفید و تغییر زبان ظاهر شدند. تنها چیزی که از آنها میفهمیدم و حس خوب برم میداد همانا لبخندشان بود و این لبخند ارتباط بین آنها و مسافرین بود و از همه با مهربانی تمام پذیرایی میکردند. طیاره نشست کرد. باز هم همه کف زدند، اما حالا کم کم فهمیدم که این کف زدنها به خاطر اولین سفرشان با طیاره نیست. چون از پدرم پرسیدم و ضمن نوازش موهایم گفت این کف زدنها به نوع خود یک نوع تشویق و تشکری از پیلوت است. رسیدم به شهر مسکو، پر از برف. دو طرف جاده ها دیوار از برف بود. هوا سرد و در داخل طیاره از قبل همه لباس های گرم پوشیده بودیم. با تاکسی طرف آپارتمانی که برای اقامت ما در نظر گرفته شده بود روان شدیم. تعمیرهای بلند و سر به فلک کشیده توجهم را به خود جلب می کرد. وقتی از تاکسی پیاده شدیم، از بس هوا سرد بود اقلا به اطرافم هم نگاه نکرد و به تعقیب قدم های پدرم داخل یک تعمیر شدیم و دفعتاً احساس گرمی خوشایندی کردم. پدرم با خانمی که پشت میز معلومات نشسته بود به زبان روسی حرف زد. پدرم به زبان روسی مسلط بود چون تحصیلات عالیش را در همین کشور به پایان رسانیده بود. کلید آپارتمان را گرفت و داخل لفت یعنی آسانسور شدیم. پدرم شماره 14 را فشار داد. حس کنجکاویم گل کرد. پرسیدم که پدر، حالا این لفت ما را تا 14 منزل بالا میبرد؟ پدر، بله دخترم. اینجا تخیل عجیب کودکانه در من زنده شد. در خیالات تا آسمان ها نزدیک ستاره ها رفتم. تصور میکردم که در آن بالا بالاها در حال پرواز هستم و بالهای مرا به مقصد میبرد. که یک صدای توقف لفت و اندک تکان مرا دوباره به خودم آورد. فهمیدم که رسیدم. از فردا باید مادرم برای عمل جراحی در شفاخانه بستری میشد.
من پدرم و برادرم باید ضمن عیادت از مادر سرگرمی های نیز برای خود ما پیدا می کردیم. هر روز یک بار صبح و یک بار عصر به دیدن مادر می رفتیم. مادر عمل خیلی بزرگ شده بود و قرار بود که 6 ماه ما در مسکو بمانیم. پدرم سعی داشت که شرایط را برای ما قسمی بسازد که احساس دوری مادر را نداشته باشیم. کم کم و روزانه هوا بهتر می شد و هر روز بعد از عیادت مادر به جاهای دیدنی و تفریحی مثل میدان سرخ مسکو، فیتنخا، موزیم یوری گاگارین، پارک های تفریحی و جنگلات می رفتیم. کم کم کلمات و بعد جملات روسی را هم بلد شدیم. هر روز به خانم 60 ساله‌ای که در پشت میز معلومات تعمیری که در آن زندگی می کردیم به زبان روسی سلام داده و خداحافظی می کردیم. زن مهربان همیشه با چاکلیت و تحفه های کوچک ما را خوشنود می ساخت. با هم دوست شده بودیم. از نفهمی زبان فقط تبادله لبخند با هم آشنای ما کرده بود، تا اینکه بعضی از کلمات زبانهای هم دیگر را بلد شدیم. البته نظر به سن و سال من کمی بیشتر با این خانم انس گرفتم. اسمش مار میخایل بود. همه به خاطر برخورد خوشش دوستش داشتند و او را ماری صدا می کردند. من هم دوستش داشتم. تاریخ تولدش رو روی یک کاغذ نوشته و بر روی شیشه ورودی تعمیر خیلی جالب نصب کرده بود که در آن چنین نوشته بود: من روز شنبه ساعت 6 عصر با یک کیک خیلی کوچک تولدم را جشن میگیرم. لیست کمبودی ها و ضروریاتم را اینجا نوشتم. هر کی مرا دوست دارد در این جشن مرا همراهی کند و مطابق این لیست ضروریاتم را برایم تحفه تهیه کرده و با خودشان بیاورند. چیزی که برایم جالب تر از همه بود این است که هر کسی که هر چیزی در نظر دارد بیاورد، از قبل در مقابل همین لیست تیک مارک کند که تحفه یا دوباره گرفته نشود و یا هم چیزهای از جمع باقی نماند. پدرم وقتی این اطلاعیه را خواند با خنده برای ما ترجمه کرد و گفت: این خانم ماری ضمن خیلی خوب بودنش زن عجیبی است. بعد قلم را از جیبش کشید و یکی از اقلام لست را نشانی کرد. در حالی که تقریبا نصف لست از قبل نشانی شده بود، فردا وقتی از عیادت مادر برگشتیم با پدر به مغازه رفتیم و برای خانم ماری تحفه خریدیم. بسته بندی کردیم. پدرم آن را با چاکلیت و گل تزیین کرد. به محفل رفتیم. محفل سالگرده جالب. تقریبا همه کسانی که در تعمیر زندگی می کردن با اقسام تحایفشان آمده بودند و سالگرده خیلی شاد و پر از جمعیت شده بود. خیلی خوش گذشت و من از آن محفل درس مهربانی و انسانیت را آموختم. آن خانم را به خاطر مهربانی ها و برخورد خوبش همه دوست داشتند. من تا اکنون دوستش دارم، در حالی که بیشتر از 35 سال از آن روز می گذرد. دوستان عزیز، چه خوب است که مهربان باشیم. پایان داستان. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.